سلام، این قسمت از برنامه بیخبر خوش اومدین. شنیدین که میگن یکی سنگ میندازه تو چاه 100 تا عاقل نمیتونن درش بیارن؟ این حکایت تخریب خونه یک زن سرپرست خانوار تو بندرعباسه که منتهی به خودسوزی اون زن شده و حالا 1001 استعفا و عذرخواهی و پیگیری هم نمیتونه از عصبانیت مردم کم کنه. خب یکی نیست بگی نمیشد واقعا با روش‌های بهتری با این زن برخورد کرد و خونش که عملا 4 تا دیوارم بیشتر نیست خراب نکرد؟ خوبی؟ اگه ناکه تو سوال دوازه اتیم بیرفت بسه؟ امروز اتاقی نایی داری گیری اونو تختی بکیر شما اتیه اینه که خیلی خیلی کالا فیلم ها اکسه گیرم بیرفت بسه ماجرای زن بندرعباسی از بس عجیب بود مجبور شدیم بیخبر امروز رو با اون آغاز کنیم. اما شاید مهمتر از همه چیز امروز شروع تعطیلات کرونایی بود. اون هم چه شروعی. شب قبل از اینکه محدودیت‌های جدید سر برسه معاون و مشاور وزیر بهداشت استعفا دادن و شایعه کنارگیری شخص وزیر هم حسابی داغ شده که البته بعیده به نتیجه برسه، چون تو این مجلسی که دلخوشی از دولت روحانی ندارن بعیده وزیری که بتونه مورد نظر روحانی برای مهار کرونا باشه رأی بیاره و هیچ چیزی هم بدتر از کرسی خالی وزارت بهداشت تو این شرایط نیست. اما اگر میخوایم بدون اینکه چی شد که یکو یاران وزیر بهداشت تبدیل به منتقدان وزارتخونه شدن، بد نیست با همین خبر رو نگاه کنیم.
از شورش شبانه علیه وزیر بهداشت که بگذریم، میرسیم به بعضی خبرهای درگوشی انتخاباتی. گفته میشه ریشه اصلی دعواهای وزارت بهداشت بر سر مهار کرونا برمیگرده به احتمال کاندیداتوری قاضیزاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، که میخواد با شعار مدیریت بهتر کرونا در کشور خرداد سال بعد کاندیدا بشه. البته خودش امروز برای چندمین بار این خبر رو رد کرده، اما خب فعلا حرف از نامزدی ظریف و قاضیزاده هاشمی بیش از سایرین به میون اومده و باید دید عاقبت کار چی میشه. حرف آخر هم میرسیم به نطق جنجالی یکی از نماینده های مجلس درباره وضع نابسامان تبعیض در تخصیص بودجه های شهرها که در آستانه بررسی قانون بودجه شکاف اعتباری بین تهران و شهرهای کوچک رو بار دیگر یادآوری میکنه. با هم بشنویم. اگر مخالفین محترم خواهش کنیم صحبت نکنن، ممنون میشیم کلیات رای بگیریم. آقای یوسفی، اذن فرمود رای بگیریم. یه خط میخوای تمدید انجام بشه. آقای یوسفی صحبت نمی کنید. خیلی ممنون که همکاری میکنید. آقای مشتبه یوسفی 219 رو روشن بفرمایید لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم و به این حسین عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز خودم و ملت شریف ایران. ما 1300 تا شهرمون و یه چیزی نزدیک به 60,000 روستا و 37,000 دهیاریمون همه منابع مالیشون گره خورده به همین ارزش افزوده. این که ارزش افزوده باید قانونی داشته باشه کسی مخالف اون نیست. قانون ارزش افزوده سال 87 مصوب شده و بنا بوده که 5 سال آزمایشی باشه، بعد از اون دائمی بشه. ولی در این ارزش افزوده مشکلاتی رو مشاهدیم که دولت الان از سال 92 تا به الان هر سال آمده به جای اینکه ما این رو حالا چه مجلس قانون دائمی رو طرح بیاره چه دولت لایحه‌ای بیاره که بریم اونجا در چند تا از موضوعات اساسی که الان دغدغه شهرهای کوچیک و روستاها و استانهای محروم شده. ببینید منابع توزیع شدن ارزش افزوده فقط جمعیت شاخص توسعه و محرومیت نیست. الان بیایم بریم ببینیم در استانهایی که از نظر زیرساختی و توسعه‌ای مثل سیستان و بلوچستان، مثل خوزستان، مثل استانهای غربی، مثل استانهایی که همیشه از نظر زیر ساختا و توزیع اعتبارات به دلیل اینکه نفوذی در کشور نداشتن الان گیر آب شور و خیلی موضوعات اولیه‌شون هستن، اونجا کمترین منابع هم دارن از ارزش افزوده میگیرن. ولی کلان شهرهای بزرگ تهران، شما ارزش افزوده ای که به تهران الان داده میشه رو مقایسه کنید با یه روستای محرومی در سیستان و بلوچستان یا در خوزستان. بعد اون موقع بیایم هر دفعه هر سال به جای اینکه بیایم بریم مشکلات رو در بحث قانون ارزش افزوده این اشکالات رو اصلاح بکنیم و بریم به سمت عدالت محوری و توسعه مناطق محروم، فقط شاخص جمعیت رو در نظر گرفتیم. شما الان ببینید در تبصره 2 ماده 39 همین قانون اختیارات زیادی رو به سازمان شهرداری ها داده برای اینکه بخواد اینجا این اعتبارات رو توضیح بکنه. کدوم یکی از همکاران شریف من میتونه بره پیش داخل اون روستای محرومش یا تو اون شهر کوچیکش که الان برای پرداخت حقوق کارگران و پرسنل شریف دهیاری ها و روستایی دوچار مشکل شدیم یا برای خدمات رسانی به روستامون دوچار مشکل شدیم دفاع بکنه که میزان ارزش افزوده چقدر بوده؟ الان کی داره این رو شفافیت رو انجام میده؟ نکته بعدی که بسیار مهمه اینه خیلی از شرکت هایی که الان در کشور مثل شرکت های مرتبط به مجموعه های نفتی یا فولادی یا شرکت های بزرگ مادر تخصصی که در استان های محروم هستن که آلایندگیشون همه اون موضوعاتی که از زیر ساخت ها و منابع انرژی ارزون اون استان ها استفاده میکنن دفتر مرکزشون در تهرانه، عوارض ارزش افزودهشون رو دارن در تهران پرداخت میکنن. باید حتما شاخص های توزیع ارزش افزوده در دو محور اصلی تغییر بکنه. اولی شفافیت، دومی بر اساس مبنای جمعیت تنها نباشه، محرومیت باشه. الان وقتی شرکتی در یکی از استانهایی که الان اونجا محل شرکت و پروژه داره کار میکنه چرا باید عوارضش در تهران داده بشه؟ و عملا این با شعار عدالتی که این مجلس داده برای توسعه متوازن مناطق محروم کشور در تعارضه و خواهش میکنم که این رو همکاران دولت رو مکلف کنن الان یه دوفوریت بیارن، بیان یا طرح یا لایحه بیارن که ارزش افزوده بر اساس توسعه مناطق محروم با نگاه به مناطق روستایی و شهرهای کوچک انشاءالله اتفاق بیفته. حالا
در بحث توزیعش اون نگاهی که نسبت به قدیم بوده که 70% به شهرها بوده و 30% به روستاها، این رو هم برای به توزیع دادنش به اندازه کافی هممون الان در روستاهامون دچار مشکلات زیرساختی هستیم. از همکاران عزیز خواهش میکنم که این قانون با توجه به اینکه آزمایشی بوده رأی مثبت ندن تا دولت مکلف بشه قانون رو دائمی بیاره. از اینکه این قسمت از برنامه بی خبر دنبال کردیم متشکرم. خدا نگهدار.